سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و هولدرهای دوست داشتنی شیبا اینو خیلی خوش اومدی شیبا آرمی ها میخوایم با همدیگه یه بررسی از وضعیت ارز دیجیتال شیبا داشته باشیم و نموداری که داره خبر از شکست این ترنلاینی که بالا سر خودمون هستش داره خبر میده و در آینده باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد میخوایم یه پیش بینی دقیق داشته باشیم و راجع به یه موضوع مهمی هم صحبت کنیم که آیا زمان هولد کرد دیگه رسیده یا نباید هلدش کنیم منتظر رشد باشیم و بعد ازش خارج بشیم کدوم یکی از این کارها رو باید انجام بدیم که میخوایم داخل این ویدیو هم یه توضیح بدیم ما میخوایم حالا برای هر ارزشالی این سوال رو بپردازیم و رجبش یه نگاهی داشته باشیم ببینیم که آیا هلدش کنیم هلد نکنیم که داخل کاور ویدیو هم شما فکر کنم دیده باشید که نوشته شده که دیگه شیبا اینو رو هلد نکنید و میخوایم ببینیم که چه کاری در آینده باید انجام استراتژیمون به چه شکلی خواهد بودش و استراتژی خودمون رو به چه شکلی میخوایم تغییر بدیم و ببینیم که در آینده در بولران ها چه اتفاقی خواهد افتاد خب بریم شروع کنیم اول از همه از قیمتی در حال حاضر 5.98 داره نوسان میکنه هنوز نتونسته بچا شیبا اینو بالای عدد اینجا شما نگاه کنید 4 ص یه تثبیتی بده زیر این عدد هستش و این یه کمی اذیت میکنه که شیبا اگر این زیر بمونه و نتونه یه چند هفتهی بالاش بیاد و یه صفر خودش رو حذف کنه ممکنه که یه پایینی ما بزنیم و قیمت اصلاح کنه به سمت پایین که حالا این بستگی به این داره که توی تایم فریم هفتگی اگر ما بخوایم نگاه کنیم یه چند هفتهی بمونیم زیر این عدده ببین این عدد رو میخوام بذارم روی عدد چهار صفر درست ده هستیم شما اگر دقت کنید ببینیم که درست زیر همین عدد هستیم و هفته گذشته یه بارم اینجا اینجا ما حمله ور شدیم به این سطح که ازش عبور کنیم که نتونستیم عبور کنیم و یه شدوی داشته دوباره اینجا تونسته یه حرکتی بزنه به سمت بالا ولی متاسفانه نرسیده و الان کم کم رسیدیم به این سطح و باید منتظر شکست از این سطح باشیم و چرا گفتیم کم کم داریم خبر شکسته شدن این ترنلاین رو میشنویم که به زودی ممکنه که این ترنلاین بشکنه و شکست این ترنلاین شروع یک روند پرقدرت شیبا اوکراینا به سمت بالا خواهد بودش و رشدای خیلی خوبی رو ما در آینده خواهیم دید اگر این ترند شکسته بشه ولی اگر سناریو تغییر کنه استراتژی تغییر کنه چرا گفتیم اگر یه چند هفته ای کندلی زیرش بره الان ما تو تایم فریم هفتگی هستیم در حال حاضر تایم فریم هفتگی اگر دقت کنید اگر زیر این سطح ما چند هفته بمونیم و چند تا کندل هفتگی ای اینجا تشکیل بشه و بالای اون ما کندلی نبندیم حالا شدو هم میتونه باشه ولی اگر بالای اون کندلی بسته نشه قیمت ما اینجا به راحتی میتونه یه پول بک بزنه و به سمت پایین بیاد حمله ور بشه اصلاح کنه به سمت پایین ولی در کل حالا چون که وضعیت کاملا سودی هستش شما اگر یه سری به وضعیت قیمتی بیت بزنید 52400 هستش منتظر آپدیت تحلیل بیت کوین هم باشی کسایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن فقط بزنید روی پایین ویدیو دیسکریپشن هم حالا لینک تلگرام اینا هستش اونا رو هم خواستید میتونید جوین بشید زیر ویدیو فقط بزنید روی یا سابسکرایب یه دکمه هستش اونو که زدید هر ویدیوی که منتشر میشه سری شما میتونید بیاین نگاه کنید و از اون ویدیو مطلع بشید و از شیبا خبری بیاد حالا سیو سودهایی که انجام بدیم در آینده اولین نفری باشید که اطلاع پیدا میکنید آپدیت تحلیل بیت کوین هم قرار هستش که به زودی من بذارم وضعیت بیت کوین رو بررسی کنم ببینم که چه اتفاقی قرار هستش بیفته براش قیمت فعلیش هم که 52300 هستش پایین ما میایم رنگ شیبا رو میبینیم که الان رسید دو دوباره به رنک 17 با مارکت کپ 5 میلیارد و 700 میلیون دلار حالا نزدیک 800 میلیون دلار هستش و ما اگر یادتون باشه گفتیم که برای این که شیبا اینو بتونه یک رشدی داشته باشه حالا کاری با این ترین لاین ندارم ما فرض کنیم که این ترین اینجا وجود نداره و بگیم که قیمت همینجوری به سمت بالا بخواد حرکت کنه نیاز هستش که مارکت کپ پول خیلی گنده ای براش وارد بشه خیلی از ماها هولدر شیبا اینو هستیم اینو دیگه میدونیم الان روی بستر اتریوم اگر بخوایم نگاه کنیم ببینیم که چقدر هولدر وجود داره یه تعداد خیلی زیادی دارن به ارزش شال شیبا اینا رو هولدش میکنن نگهداری میکنن داخل کیف پول های خودشون به دید بلند مدت مثلا الان به میتونن میتونم بگم بالای 90 درصد از کسایی که دارن هولدش میکنن تارگت های عجیب غریبی توی ذهنشون هستش مثلا شاید از شیبا 10 میلیون تا خریدن 100 میلیون تا خریدن و میگن که بیا 4 تا سرو کم کنه برسه قیمتش به یه سنت یا دلاره ما میلیاردر میشیم و میایم زمان فروشش اون تایم هستش که بالای 90 درصد 90 درصد از افراد ذهنیتشون به این شکل شاید الان شمایی که دارید نگاه میکنی یکی از اعضای چنل فاست تریدر هستید این ذهنیت رو نداری چون که میدونی که غیر ممکنه رسیدن به این عدد ها از لحاظ منطقی بررسی کردیم و کردی فهمیدیم که به این اعداد ها رسیدن غیر ممکن هستش ولی آیا ارز دیجیتال شیباینو رو هولد نکنیم با این وضعیت به دید ما باید کوتاه مدت باشه داخل بازار ارز دیجیتال اینو یه رازی هستش که شاید خیلی ها دارن تو دوره های مختلفی میفروشن یه رازی هستش که میخوام بهتون بگم داخل بازار ارز دیجیتال اگر خواستی که دووم بیارید و یه سود خوبی به دست بیارید نیاز هستش که موج ها رو بگیری کوتاه مدتی باشید هر بالایی که زده میشه خارج بشید منتظر پایینه باشید دوباره جمع کنید و دوباره بیاین اون جای مناسب از بازار خارج بشید ببین شیبا اینا رو نمودارش رو شما دقت کن این نمودار شیبا هستش یه بار اینجا استارت سود داشتیم یه بار اینجا استارت سود داشتیم اینجا سودی بوده اینجا سعودی بوده اینا رو من درصد بندی کنم ببین از اینجا تا اینجا 132 درصد از اینجا تا اینجا 100 درصد از اینجا تا اینجا, اینجا اینم 100 درصد از اینجا تا اینجا ببین این 83 درصد هستش موجایی که تو قبل اتفاق افتاده همشون 100 درصد بوده حالا ممکنه که این موج آخریم از اینجا حالا برگرده و یه صد درصدی اینجا داشته باشه روی این محدوده ها و این نشون میده که شیبا طی این مسیر خب خیلی هامون منتظر موندیم یعنی از اینجا ما چهار تا صد درصد داشتیم ولی خیلی همون همین موج رو دیدیم ولی منتظر موندیم و هولدر بودیم پس میتونستیم از این موج ها استفاده کنیم بارها داخل همین پیج داخل همین کانال من اومدم اعلام کردم مثلا اینجا جایی بوده که قیمت رفته بالا یا اینجا رفته بالا گفتم اینجا سیو کنید اینجا جایی بوده که قیمت رفته بالا اینجا سیو کردیم پس این رو گفتم که بدونی که هولد کردن خب خوبه میشه هولد کرد یک ارز چالی رو ولی باید اون دیدگاهی رو داشته باشیم که دو با باشه هم هولدش کنیم و هم بیایم میان مدتی در نظر بگیریم هم بلند مدتی نگاه کنیم هم میان مدتی بیایم نگاه کنیم من بی ویدیوی گذشته برای بیبی دوج کوین یه استراتژی چیده بودم گفتم که تقریبا یه سال پیش من بیبی دوج کوین خریداری کرده بودم خب داخل ولت خودم نگهداریش کرده بودم و به اون دست نزدم و از اون تایم به بعد خریداری که انجام دادم تو صرافی بودش و اونجا نگهداری کردم اونجا مثلا خرید انجام دادم فروختم پامپ و دامپاشو داخل صرافی گرفتم چون که اون جایی که من الان هستم میتونه خیلی سریع باشه و اتفاقای خیلی سریع رو من بتونم بگیرم داخل صرافی داخل هم مثلا کیف پولای مثل تراس خیلی سخت هستش و الان شیبا هم همونو ما میتونیم تکرار کنیم و من خیلی وقت پیش خب از شیبا رو محدوده های مختلفی خرید کرده بودم یه بار اینجا خرید بودم یه بار اینجا خرید کرده بودم یه بار هم فکر کنم وقتی قیمت اینجا ها داشت خرید انجام میانگینش رو بگیریم همین جایی که الان هستش داره نوسان میکنه و از اون تایم به بعد سه بار بعدش دیگه خرید انجام ندادم چون که اون تایمه نمیدونم بچه‌ها یادشون هستش یعنی استراتژی داشتیم که ما سه پله‌ای خرید می‌کردیم یک هر چالو شیبا رو سه پله خرید کردم و دیگه خریدی ازش انجام ندادم داخل کیف پول رفتم سراغ صرافی و اونجا خرید فروش حالا ترید انجام دادم پامپ و دام باش اومدم گرفتم اینو گفتم بهتون که شما حالا زیر ویدیو دیسکریپشن یه لینک صرافی هستش اونجا ثبت نام کنید اینو بذاریم کنار حتما اون صرافی رو انتخاب کنید که زیر ویدیو دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم اینو بذاریم کنار نکته که مهمه و میخوام بهش اشاره کنم در آینده یه پامپی خواهد داشتی با اینو خب یک رشد خوبی رو ما از سمتش تجربه خواهیم کرد شما فرض کنید قیمت از همینجا یه صد درصد یه صد و هفتاد و درصد این بنفش رنگ ما رو بیاد ببینه وقتی این عدد رو دید خب دیگه منتظر اعداد در جیب خریب نباشید یه پله از اینجا خارج بشید سیو سود انجام بدید اون عددی که اینجا وارد کردی رو اینجا خارج کنید بذارید ما بمونه حالا روش کرد بازم سود میکنید روش نکرد اصلاح میکنه به سمت پای. ولی این سطح مهمه یعنی عددی که من گذاشتم رو از همین الان دارم میگم که آمادگیش رو داشته باشید و توی ذهنتون آماده باشید که آقا بگید آقا من به یک سود کم خانه هستم 172 درصد دو سه برابر شدن پولمون بهش خانه هستم حالا در آینده میتونه استراتژیمون تغییر کنه در کل خلاصه حرفم این هستش که دنبال و در جیب قریب نباشید اینجا مثلا شما ببینید یه میلیون و و هشتاد هزار تا دنبال کننده داره هولدر داره شیبا اینو خب روبستر اتریوم فقط داخل صرافی کاری ندارم رو بستر اتریوم این همه تعداد دنبال کننده داره این همه بالای 90 درصدشون خب مطمئن باشید که فقط دارن نگاه میکنن کاری نمیکنن مثل شمایی که الان دارید این ویدیو نگاه میکنید پس حتما استراتژیتون تغییر بدید و در آینده اگر رشد داشته باشه چشم گوشتون حواستون به ویدیوها باشه خب ویدیوایی که من منتشر می کنم داخل چنل یوتیوب و میام سری میگم آقا مثلا زمان فروختن هستش زمان سیو سود شیبا اینو ارزدش شیبا اینو هستش سری بجنبید و سیو سود خودتون رو بیاین انجام بدید از بازار بیاین خارج بشید پس این استراتژی رو در پیش روی خودمون داریم و دلیل هولد نکردنمون هم اینه که اون تعدادی که هولدش میکنیم میذاریم بمونه دیگه اون بمون اضافه نمیکنیم فقط داخل صرافی هر چقدر که بخوایم اضافه میکنیم مثلا الان جای خوبی برای خرید پله ای هستش داخل اون صرافی که زیر ویدیو دیسکریپشن لینکش رو گذاشتم و قیمت اومد به سمت بالا حرکت کرد یه پامپی رو تجربه کرد سری میام میگم آقا بفروشید اون تعداد از شیبایی که هولدشون کردیم کاری با اونا نداریم اونا رو گذاشتیم کنار چون که دیدمون بلند مدت هستش ولی اونایی که داخل صرافی داریم هر ماه میخریم یا حالا الانم میتونه یه پله باشه اونا وقتی قیمتش با روش میکنه میتونیم ازش خارج بشیم فراینده سیو سود انجام بدیم و به راحتی فراینده تبدیلش رو بیایم انجام بدیم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردیم من تمام نکات رو گفتم بازم هر سوالی داشته باشید بپرسید با کمال می جواب میدم خیلی ممنون تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فاست تریدر